با عرض سلام به برنامه معرفی بیزنس های برجسته خوش آمدید. ما امروز در خدمت آقای کاوه کشمیری هستیم، وکیل تسلیم، و خوشحالیم که ایشون دعوت ما رو پذیرفتن و با ما هستن برای معرفی به شما بیننده های عزیز. خیلی خوش آمدین جناب کشمیری. سلام به همگی و بینندگان عزیز. لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خوشحالیم که شما رو در برنامه امروز داریم و بهتره که راجع به کار شما، شغل شما بیننده های عزیزم مطلع بشن و بدونن. میدونیم که شما یکی از وکیلان برجسته کالیفرنیا هستین با سابقه کالیفرنیا در زمینه تصادفات و آسیب های بدنی، به خصوص آسیب های مغزی. خوشحال میشم که بیشتر برای ما در این رابطه توضیح بدید. در درجه اول به من بگید که اصلا اگر خدایی نکرده تصادفی پیش بیاد، بهترین اقدام در اون زمان چیه؟ خیلی خوشحال شدم من رو دعوت کردین و بسیار راضی هستیم با برنامه جون. بله، ببین، اول باید بفهمیم که چه جور تصادفی هست. اگر تصادف ماشینی هست یا کامیونی هست یا دوچرخه‌ای هست، خب این صدمه چه خود فوریه و باید زود به پلیس زنگ بزنین، یه جور خودتون رو به دسترس کمک برسید. یعنی اگر انقدر مثلا یه دفعه جدی باشه، تصادف باشه، اصلا فکرش فقط با سلامت خودتون باید باشین. اگه بچه هست، با پدر مادر والدین باید اعلام کنه. اگه بزرگوار هست، تلفن دسترس داره، باید به پلیس زنگ بزنه، باید خودش رو برسه به دکترات یا اورژانس از این حرفا. اگه اونطوری باشه که اصلا فکرتون بمونه، ولی اگه یه خود فرصت وقت دارین، باید بله ضبط کنین، تصادف رو ضبط کنین با دوربینتون. هم از اگه تصادف ماشینی بود و دوچرخه‌ای بود، خب باید از فرد، از تلفنتون، با تلفنتون باید از ماشینشون، باید از نسخه بیمه‌شون، از نسخه گواهینامه‌شون، از اینا عکس بگیرین که حفظ کنین واسه بعداً. اگه تصادف مغازه‌ای باشه، اگه مثلا لیست خوردین توی مغازه یا پارکی، جای عمومی، هر جایی باشه که زیرش یه دولتی یا کارگری یا شرکتی کار میکنه، اونش هم باید یه جورایی ضبط کنیم. مثلا من یه مشتری داشتم، رفته بود مغازه سوپر رالف، مثلا خورد لیست خورد جلوی شیر یخچالی که پر شیر و مواد هست، اونجا مثلا یه لیست خورد، افتاد زانوش، مثلا درد گرفت سرمه خود. ولی خب اون موقع دوربین هست، ولی خب دسترس نداریم مثلا کی هست کی نیست. اولین بار باید بریم به همون شرکت یا کارگر دولت مثلا شکایت کنیم که یه رکوردی باید باز کنیم. مهمترین هست کارتون هستش که در این موقع ها یه رکورد باز کنیم، شروع کنیم یا با فرده که مثلا تصادف کردید یا یه جای لیست خوردید، باید بگین آقایون من اینجا لیست خوردم، من اینجا درد گرفتم. باید سند شروع کنیم جمع کردن که بعدش که مثلا به سلامتتون رسیدیم و وقت مثلا فرصت داشته باشه، بعد میتونیم بیاین دفتر ما با این سنداتون بگید من اینجوری روی این روز این وقت صدمه خوردم، آسیب دیدم و مثلا اینقدر جریمه، مثلا دکترم در اومده، دو هفته مرخص شدم، شبا نمیتونم بخوابم. از اون موقع میتونیم کیستون رو شروع کنیم واسه حاضر کردن واسه پرونده. اینو شما الان دارین در زمینه آسیب‌های بدنی میگید، سوا از آسیب‌های تصادفات با ماشین. بله، ببینیم، تصادفات ماشین یه جور کیسایی که ما قبول میکنیم، کیسای دیگه هم هست، مثلا همون لیست خوردن یا صدمه دیدن تو شرکت، صدمه دیدن تو مغازه، صدمه دیدن تو رفتی مثلا هر جای عمومی یا پرایوت گورنمنت یا پرایوت بیزنس باشه که آسیب بخوره به شما، شما یه هدف ریکاوری دارید. چون که همه این شرکت‌ها، جاهای عمومی، واسه پذیرفتن به جمعیت بیمه دارن که جایی هستش که میدونن مردم میان و باید یک امکاناتی داشته باشه اینجا که باید پذیرفتگی مثلا درجه یک داشته باشه. ولی مثلا اگه جاهاش نادرست باشه، مثلا ناکام باشه، پله هاش مثلا لیز داشته باشه یا جایی که مثلا باید تمیز کنه تمیز نکرد، این کارا اگه به علت اینا شما آسیب ببینین، میتونین دنبال حقتون برین از بیمه‌شون بگیرین. هر جای عمومی یا شرکت، یا همین که شما گفتین که مردم بیشتر آشنان، تصادف ماشین یا ماشین به پیاده روی
یا ماشین به دوچرخه سواران یا اتوبوس، خیلی هستن رو اتوبوس سوار میشن، اتوبوس بد میرونه مثلا ترمز بد میگیره یا حواسش پرته، خانم مثلا تو اتوبوس مثلا میفته پاش درد میگیره سرش درد میکنه. هر جایی که مثلا هواپیما باشه، هر ماشینی باشه که شما دست شما خودتون نیست، قدرت مثلا اون ماشین نیست و به شما صدمه میخوره، راه پیگیری حقتون داره. یعنی در همون زمان شروع کنیم مدارک جمع کردن، هر چی که میتونیم فیلم گرفته باشیم، مدارکی جمع کنیم و بعدش که با شما تماس میگیرم و شما پیگیر میشید. بله دیگه، یا همین کارا، یا شکایت میکنیم به منیجر مغازه، رالفز، تریدر جو، ایلات مارکت، هر جایی باشید صدمه بخورین در چارچوب دیواراشون، باید بریم بهشون بگید من اینجا خوردم، لطفا واسه من رپورت شروع کنین. وقتش رو حفظ میکنن، روزش رو حفظ میکنن، چجوری افتادین، چجوری افتادین، شاهدها دورتون، شاهد باید جمع کردن خیلی مهمه واسه کار ما. ماشین خب صدمه تصادف بشه یه خود سخت، خب شاهد بریم مثلا دور شرکتی که مثلا تو خیابون باشه از اونا بپرسین آیا شما دیدین این تصادف رو، لطفا شمارتون رو بدین، اسمتون رو بگیرین، چون اینا خیلی به کمکتون میان. شاهد داشتن واسه هر تصادفی یکی از بزرگترین کمک هایی کس که میتونه واسه یکی پروتکلتون گسترش کنه، شاهد پیدا کنین، به خصوص شاهدایی که غیر فامیلتونن، اینا میتونن واقعا کیستون رو بکشن بالا و ناداشتنشون خب شک میاره تو کیستون، چون که به هر چی بیشتر شاهد ببینید کیستون چجوری بود مهمه. یا مغازه مثلا لیز خوردین، دیگران مثلا دورتون هستن، اسما اینا رو بگیرید، شماره اینا رو بگیرید، خیلی به سرتون در میاد. پس در این زمینه که میگید هرچی مدرک داشته باشیم بهتره، در زمینه تصادف هم این دشکمی که اگه هر ماشینی یه دشکم داشته باشه خیلی میتونه موثر باشه برای مدرک جمع کردن، مدرکی که داشتن. بله، دشکم که خیلی عالیه، ولی خب پشتتون هم باید یه دشکم بذارید، چون که صدمه مقصر از پشت میزنه بیشتر، ولی دشکم ها خب جلوتون رو میگیرن. ولی خب بله، اون یه ایده خیلی هم عالیه. و اون وقت وقتی که تصادف با ماشین انجام میشه، آیا که ما یه عکس العملی نشون بدیم یا وایسیم تا پلیس یا وکیلمون برسه؟ 100% وایسیم تا پلیس برسه. خیلی وقتا تو لس آنجلس خب انقدر شریعت بزرگی هست، پلیس هر دفعه نمیاد، دو سه تا سوال میپرسه ازتون، مثلا آسیب دیدین یا ندیدین. اگه پلیس فکر کنه مثلا ماینر اکسیدنته، اون خیلی وقتا مثلا نمیاد، اصلا میگه خودتون عوض کنین کاغذهای عمومیتون و بیمه هاتون و اینا، برین به کارتون. ولی شما باید بگین نه من آسیب دیدم، من نیاز کمک دارم، لطفا بیاین و این تصادف رو حفظ کنیم. بعد این کاری که میکنن، میان ماشین جابجا شده، میان عکس میگیرن ازشون، حفظ میکنن، مثلا میجرمنت میگیرن از مثلا چقدر از این خیابون اختلاف داشت، چند فوت از اینجا اختلاف داشت، اینا کمکتون میکنه که مقصر رو نشون بده. چون که اگه زود ماشینا رو ادامه بدین، مثلا اون مقصر به شما زده گفت مثلا زود باش بکش کنار ما بیاریم اینجا، شما به اون زودی نکشین کنار، حفظ کنین تصادف و عکس رو بگیرین، از کدوم مثلا درجه خورد به ماشین شما، شما ماشین رو کجا بود، خیابونا کجاست، مثلا کدوم خط خیابون بودین، اینا خیلی مهمه، چون که واقعا مقصر از این دیتیلا در میاد، واقعا یه هر دوز این دیتیلز، یعنی واقعا همه داستان تو همون دیتیل هاست. چون که وگرنه هر کی میتونه بیاد حرف خودش رو بزنه، مثلا میگه نه مقصر، میگه تقصیر مثلا شما بوده، شما چجوری میخواین دفاع از خودتون بکنید، میگه خب من دیدم، حرفتون رو میزنی، ولی حرف تو کورت دادگاه یه خورده قویه، ولی سند، عکس، شاهد، اینا واقعا اون چیزایی هستن که حرف شما رو میکشن جای بالاتر. چون هر کی میتونه بیاد بگه آره اون یکی مثلا فرد به من زد، اونم میگه نه شما به من زدی، دیگه به کجا میرسی؟ باید سند داشته باشی، سند مهمترین کمک های پرونده. اگه که شما وکیل من باشید و من شما را از قبل بشناستم در این زمینه و اگر تصادفی انجام بدم همون زمان با شما تماس بگیرم، شما چه اقدام لازمی برای اون صحنه تصادف برای من انجام میدید؟ مهمترین کار همین گفتم که سلامتتونه، یعنی سلامه بدجور افتاده، بیمه دارین ندارین، میتونیم بیاین دفتر ما، ما هم میتونیم معرفی کنیم به دکترایی که بدون بیمه هم قبولتون میکنن، بدون بیمه هم تریتتون میکنن، هر هزینه هم هست از شما نمیگیرن تا پایان کیستون.
خیلی وقتا مثلا موکلمون جراحی لازم دارن، فیزیوتراپی لازم دارن، اکیوپانکچر لازم دارن، ام آر آی لازم دارن، دور از جون سرشون صدمه دیده، باید برن تریتمنت های خیلی خیلی گریون، 20,000 30,000 دلار باید برن الکتروستیمولیت بکنن که مثلا نورون های مغزشون رو مثلا ریهابیلیتیت کنن، از فاصلگی مثلا بلند کنن، درست کنن. اینا خب واقعا تریتمنت های گرون گرونیه، ولی ما دکترهایی که تو دایرکتوری ما هستن کل کالیفرنیا میتونن با شما کمک کنن و اصلا به میمنتون هم کاری نداره، میتونن پرایوت لین با کیستون پیوسته میشن. یعنی ما دکتر حاضر داریم، هر دردی هم که داریم ما میتونیم معرفیتون کنیم به دکترهای خودمون، و اینا هم همه دکترهای درجه یک، یعنی بورد سرتیفاید از UCLA دانشگاه، از USC دانشگاه، همه اینا پرکتیس های خودشون رو دارن و همه این دکترها هم نصف پرونده هایی که قبول میکنن بیمه ای هن، خیلی هاشون هم همین با وکیل ها که صدمه خوردن تصرف کردن از طرز لین قبول هم میکنن. یعنی مهمترین کاری که رسیدین تصرف کردین بعد از که حفظ کردین همه سندتون رو جمع کردین اومدین دفتر، بعد ما میتونیم شروع کنیم بفرستینتون به دکترایی که نیاز دارین، و ما همه دکترای با مشخص بدن درداتون رو ما داریم. یعنی هر دردی شما داریم ما دیدیم و کار کردیم و بهتر کردیم، از سر تا پا میتونیم آشناتون کنیم و سلامتون میکنیم، و در این دوران داریم همش سند دور بزرگتر میکنیم، سند رو قوی‌تر میکنیم که نشون بدیم به اون فرد و به بیمش این سلامه واقعا اثر بزرگی گذاشته در زندگیتون، هم از طرز فیزیکی، بعدم به اضافه سرد منطقیتون رو خراب کرده، خوابتون رو خراب کرده، کارهای روزانه‌تون رو به هم ریخته، شخصیتتون، خانوادهتون رو ضعیف‌تر کرده، خراب کرده. همه اینا به تصادف رفت داره و مهمه، و میتونیم نشون بدیم که واقعا صدمه دیده زندگیتون از این. خب پس این یه قوت قلب خوبی میتونه باشه برای فرد آسیب دیده که یه همچین وکیلی داشته باشه، بشناسه از قبل، و از همون زمان که به شما زنگ میزنه میتونید که سریع‌السیر در خط در مش خط و مش این کار انجام کار قرارش بدید و یکم قوت قلب قرارش بشه که 100% آسیب رو دیده، این تصادف انجام شده براش، این خسارت رو دیده بعد از که همه این تریتمنت های واسه دردشون تمون شد، ما یه نامه و پکیج سفت و سری میفرستیم به بیمه، بعد یه 30-40 روز بهشون وقت میدیم، ببین بهشون میگیم، فرصت میدیم یا اینو کاملا درست کنن، حق موکل ما رو بدن، که اگه ندادن ما این پرونده رو میکشیم تو دادگاه. و این یه فرقی هست که دفتر من با دفتر خیلی از دوستان ما که تبلیغ میبینین رو مجله ها یا تبلیغ میبینین رو تلویزیون همین هست، چون که خیلی از این وکیلا که اینو برنامه میان کیس های پرونده شما رو نمیبرن تو دادگاه، اینا فقط توی یه فرصت کار میکنن دیگیشن، یعنی تا اون حدی تا اون حدی که میرسه تا دادگاه برسن روش کار میکنن. اگه کیس ستل نشود، این کیس شما که دست آقا مثلا گرفت و بغلتون کرد، از اون دست میره به یه دست دیگه که اصلا قدرت خودش هم نمیدونه که کجا میره کجا نمیره. ولی پرونده هر وقت شما بین به دست ما تا آخر با شما میمونیم و کار رو انجام میدیم، یعنی ما هم کیس رو میبریم تو دادگاه، هم ترایس، یعنی هم از ابتدا به دادگاه میبرید کیس رو. بله، ما کیس رو میبریم در دادگاه، ما از اون فرمان دیستیم که فقط کار کنیم روش تا رسید به یه نقطه که دیگه کار از دستش در نمیاد، ما حلشون میدیم تو دادگاه. ما بیمه ها مبارزه داریم تو دادگاه جلوی قاضی ها، خود شرکت من اصلا این کارمون همینه، ما ترایل اترنی هستیم، ما کیسه رو میبریم دادگاه و جلوی دادگاه و جلوی جوری ها تو کالیفرنیا، از سن هوزه تا بیکرزفیلد تا لس آنجلس و اورنج کانتی ما میدیم حضوری میجنگیم تو دادگاه. این رابطتون با کلاینتاتون به چه صورته؟ سعی میکنید که اطمینان خاطری براشون پیدا کنید و خیالشون راحت باشه، و اینجور که شما میگید که از ابتدای دادگاه پرونده رو به دادگاه میبرید تا آخرش، این که با خیال راحت میتونن که حساب کنن روی کیسشون؟ بله 100%. ما هر دو هفته با هم بحث و چت داریم، هر سوالی دارم من سلفونم رو میدم به همه موکلام که بدونم من نه فقط وکیلشونم ولی همکارشونم، دوستشونم، چون ما هم
شریک میشیم تو پروندهشون. من هم سلامتشون رو میخوام، هم موفقیت حقشون رو میخوام بگیرم و میدونم که ما چون که هیچ فی از موکلمون نمیگیریم، یعنی ما یه وقتایی 3-4 سال اصلا صفر کار میکنیم، نه فقط صفر ولی پول از جیب خودمون میذاریم تو پروندهشون، این سرمایه میذاریم تو کیسشون. واسه همین من با موکلامون اصلا شریکیم، اونجوری نیستش که من موکل یا وکیلم یا اونا موکلم، مثلا حرف ندارم، وقت ندارم، مثلا حضوری بیان منو ببینم، من اصلا شریکم تو کیساشون، ما خودمون سرمایه میذاریم تو کیساشون و خیالاتشون رو میخوایم راحت کنیم که بدونیم که ما با هم پارتنریم، یعنی ما فقط نیستیم مثلا یه پولی قاب کنیم ازشون جوابشون ندیم، نه، ما یه ریلیشنشیپ بیلد میکنیم که چندین سال ادامه میده. بعدش هم که موفق شدیم دوست داریم این موکلمون معرفی کنن کیسای جدید بهمون، از طرز فامیل، از طرز دوست، از طرز آشنا، میخوایم میدونیم یه ایمپرشن خوبی داشتیم با هم. یکی از تخصصات شما در زمینه آسیب‌های مغزی، میشه در اون مورد هم به من توضیح بدید؟ بله، تکنولوژی این روزا میبینه که شخصی که تو تصادف ماشین 3-4 هزار پوندی میرسه، مغز هم تکون میخوره، نه فقط اسپاین مردم. بیشتر وقت مثلا در آخرین مردم خب کمر درد میگرفتن، گردن درد میگرفتن از تصادف، ولی الان میبینن صدمه شدید میخوره. تا حالا تکنولوژیشو نداشتیم، ولی الان با این مثلا سنترهایی که ما خود دکترهای ما کار میکنن باشون، ما MRI ایمیجینگ مغز هم میتونیم بگیریم، جلوی مغز مثلا خاکستری باشه تا سیاه باشه میتونن نشون بدن صدمه خورده. بعد ما یه جورای متدای تریتمنت TMS بهش میگن، الکتروستیمولیشن، که مغز رو مثلا نرواشونو که مثلا صدمه خورده دیگه به اون سرعت مثلا کار نمیکنه، یا مثلا به اون سرعت مثلا ترانسمیت نمیکنه نرو ریاکشن اونو. اینا خیلی چیزای جدید فوق العاده هستش که تریتمنت ها واقعا کمک کرده موکلامونو که صدمه خوردن بتونن هم مغزشون شروع کنه ریبیلیتیت کنه، بعد از مغزشون اثر اصلا فکر و زندگیشون هم بعد درست میشه. اینجور که میدونم شما زمینه کاریتون در حته کالیفرنیا است، به خصوص کالیفرنیای جنوبی، ریورساید، لس آنجلس، اورنج کانتی و سان برناندینو، درسته؟ بله، من کالیفرنیا استیت بار لایسنس هم، هر جای کالیفرنیا میتونم موکلمو دفاع کنم. توی دادگاه از کیس تو سن هوزه داشتم، از سان فرانسیسکو داشتم، از شمال کالیفرنیا و دفترم در استاد کالیفرنیا. بله، هر جای استاد کالیفرنیا هم ما حضور داریم. و چقدر عالیه که دایرکت نامبر شما رو کلاینتتون داشته باشه، یه اطمینان خاطر. خیلی آدم با احساس بهتری میتونه برخورد کنه، فکر میکنه که پشتیبانی داره. و آیا یه تجربه ای دارید، خاطره ای دارید از اینکه یکی از کلاینتتون بسیار راضی بوده در این مورد، آسیب سختی دیده و شما براش کاری انجام دادید که برای ما بگید؟ بله بله، اصلا یه وقتایی موکل داریم که نتیجه رو آخر کار میبینن، یعنی چکر رو میرسیم به دستشون، اصلا شوکه میشن، اصلا نمیدونن چه حقی دارن، چه حقی بگیرن. مشکل همینه، خیلی ها فکر کنن او یه کمر درد یا یه گردن درده، ولی نمیدونن کمر درد گردن درده یه وقتایی میتونه 10 سال مثلا صدمه بزنه روی زندگیشون. و ما کل این 10 سالی و 15 سال آینده رو در فکر ما هست، ما فقط فکر درد امروزتون نیستیم و قانون اجازه میده ما حقتون رو واسه همون 10-15 سال آینده هم همین الان بگیریم. و اینجا هستش که 0-0 ما جلو میگیریم، موکلمون راضی میکنیم، چون که میدونیم این یه فرصته که موکل ما اجازه داره حقش رو بگیره. و وقتی بعد بدونید کالیفرنیا آدم 2 سال وقت داره از وقت تصادفش که بتونه کیسش رو بیاره تو دادگاه، اون 2 سال بگذره اگرم پاش قطع شد اجازه نمیدن یه روز بعد از اون 2 سال پاشو بذاره تو دادگاه. واسه همین خیلی مهمه که بدونین که ما یه تصادف کردیم تا آینده زندگیتون میتونه اثر داشته باشه و ما این حق رو تا آخر هرچی دکترها سلام میدونن که میدونن اثر داره رو زندگیتون، ما میریم پیگیری میکنیم و میگیریم براتون. چند درصد اتفاق افتاده که کیسی فیل بشه و دوباره مجدد براش اپیل کنید و چقدر زمان طول کشیده که موفق بشن که ببرن کیس رو؟ ببینید، کیس ها متاسفانه دادگاه های ما خیلی طولانی هن و کار دولتیه دیگه، دولت هم خب خیلی یواش و انجامن تکون بخوره. یک کیس امروز در
کالیفرنیای جنوب کالیفرنیا لس آنجلس اینا فعل بشه، اصلا تا 2 سال دیگه روز دادگاهمون رو نمیدن. یعنی بعد فکرشو بکنین، ما یه سالی از تصادف شما دارین یا تریت میکنین، دارین میرین دکتراتون، دارین ما سندها رو جمع میکنیم، این یه سال. بعدش بیمه فرصت بدی پولو بده یا یعنی حقتو نگیری نده، ما از اون وقت میریم فعل میکنیم. از اون وقت هم مثلا 2 سال طول میکشه. واسه همین دست ما نیست. این سیستم دادگاهی امریکا اینجوریه، یعنی باید 2 سال یه خود صبر داشته باشیم و بدونیم که واقعا دست وکیل همه چی انجام نیست، باید یه خود صبر کنیم تا ببینیم جایی به جا برسه. و این بزرگترین مشکلم که من واسه موکلم باید توضیح بدم که چرا کیسشون هنوز ستا نشده، 2-3 سال گذشته و متاسفانه کیس ها تایملاینشون انقدر زمانشون. خب من میتونم از شما بپرسم که خصوصیت ویژه‌ای که یک وکیل تصادفات باید داشته باشه در درجه اول چی؟ ببینید، خب کار رو اول باید بلد باشه، بعد قانون رو بعد بلد باشه، بعد بدونه چی قانون هست چی نیست، چی میتونه دنبالش بگیره چی نه، چه جور رمدی های قانون اجازه میده کیس فردی مثلا بگیره از یه مقصری. همین قانون داشتن مهمترینه. دوما پشت کار گرفتن، یعنی این بیمه ها صد تا وکیل مثل خودت مثل دیوار میسازن، ولی اینا خیلی از کارشون راضی نیستن. اینا بیشترشون دوست دارن فقط زود کارا رو انجام کنن، یه پول کمی بدن، فردا رو راضی بکنن و برن کنار. ولی باید صفر تا صفر بریم جلو و مطمئن باشین که هرچی ما بیشتر تلاش میکنیم کار میکنیم، اونا حوصله ندارن، دوست ندارن، میخوان بیشتر کیسه رو زودتر تموم کنن، بذارن کنار، چون که میدونن رئیسشون فردا 20 تا کیس همونطوری مثلا میاد میذاره رو میزشون. ما باید شجاعانه و صفر تا صفر بگیریم که اینا ول نکنن از کیس ما، نتونن مثلا بچمونمتون توی سوراخی تمامیتشون کنن برن. باید جلوشون صفر وایسی و حق خودتون رو بگید. پس دومین شخصیت که واسه من فکر کنم خیلی مهمه همین شجاع بودن. قانون رو باید بدونی و شجاع باید باشی و باید صفر صفر کار کنی، یعنی واقعا تلاش کنی. بله. یکی از ویژگی‌های خاص شما که من شنیدم راجع به شما اینه که ارتباط خیلی صمیمانه‌ای با کلاینت برقرار می‌کنید و این خیلی مفیده. خیلی کلاینت‌هایی که من راجع به شما شنیدم خیلی تعریف شما رو کردن در این زمینه، تونستن قوت قلبی داشته باشن در این زمینه و خیلی عالیه. ما تقریبا به پایان برنامه‌مون می‌رسیم و خیلی ممنونم که شما دعوت ما رو پذیرفتین. ولی در آخر برنامه هر توضیح ویژه‌ای که راجع به کارتون، بیزنستون به بیننده های ما میخواین بدید، خوشحال میشیم که بدونیم و بیننده ها متوجه این ویژگی باشه. من تو کنم شما همه سوالاتون رو خوب پرسیدین، شاید جمعیت بدونن که ما در کنارشون هستیم، هر کاری کمکی دارن، هر سوالی دارن ما فری کانسلتیشن میکنیم، نگران نباشین، تلفن رو بردارین زنگ بزنین، هم من هم دفتر ما حاضرن هر سوالی داری جواب بدیم و بپذیریم و دیگه بتونیم با هم کار کنیم. برای پس در زمینه صدمات بدنی و تصادفات بهترینه که همه با وکیلشون تماس بگیرن، وکیل خاصی رو زیر نظر داشته باشن از جمله آقای کشمیری رو، و با تیم برجسته آقای کشمیری تماس بگیرن و کلن قبل این جریانم که قبل از اینکه تماس بگیرن مدارک لازمشون از این صحنه تصادف رو جمع کنن. هرچی بیشتر مدرک داشته باشن بهتر برای پیروزی توی مورد کیس. درسته؟ بله. و تو هر زمینه، تو هر حوزه ای از کالیفرنیا شما میتونید که فعالیت برای این کلاینت ها داشته باشید و کیسشون رو به پیروزی نزدیک کنید. خیلی دوستانه و صمیمانه. در هر صورت خیلی خوشحال شدیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به امید موفقیتتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.